با عرض سلام پیشگاه مردم شریف استان گیلان، خدمت مردم عزیز استان رسیدیم برای ارزیابی مشکلات و کمبودها در خدمت استاندار محترم، نمایندگان محترم استان که پاسی از بامداد در خدمت عزیزان بودیم، موارد رو بررسی کردیم. قبل از اون من دو نوبت معاون درمان خودم رو و بعضی از همکاران رو فرستادم در سطح استان، ارزیابی های رو کرده بودن، ارزیابی ها رو برای من آوردن. خب استان گیلان علی رغم توسعه زیر ساخت ها در طرح تحول نظام سلامت در کل کشور، خب متاسفانه مشکلات و عقب رفتگی های رو در زیر ساخت های نظام سلامت داره که ما باید در اسرع وقت انشالله جبران کنیم. مجموعه که الان درش هستیم توسعه بخش اورژانس هست که میدونید یکی از اولین موارد ورود بیماران حادثه دیده و برمشکل ما به بخش‌های اورژانس کشور هست. ما در شهرهایی که زیر ساخت‌های اورژانسمون تکمیل نیست، اولویت اولمون رو گذاشتیم با بحث تکمیل زیر ساخت‌های اورژانس که این مجموعه که درش قرار داریم خوشبختانه با فرصتی که در ماه‌های اخیر گذاشته شد و تکمیل و تجهیزش از امروز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، بار قابل توجهی از دوش اورژانس بیمارستان رازی که یکی از بیمارستان‌های قدیمی و پر جمعیت مراجع کننده است برخواهد داشت. همین کار رو انشالله با بقیه اورژانس‌های سطح شهر خواهیم داشت و انشالله بیمارستان 400 تخت خوابی رو که ما فورس قرار بذاریم در سال آینده انشالله با همه توان و لطف پروردگار و همتی که عزیزان در سطح استان خواهند فرمود، استاندار محترم، نمایندگان محترم، رئیس جدید محترم دانشگاه علوم پزشکی، انشالله بتونیم در پایان 99 شاهد بهره برداری این 400 تخت که خودش میتونه گره مهمی رو از مشکلات درمان برداره انشالله باشه. ما علارغم تحریم ها و فشارهایی که امریکایی آوردن بر ما و علارغم این که میگن ما با دارو و تجهیزات پزشکی کاری نداریم و یک دروغ آشکار و بزرگه و واقعا ما رو هدف گرفتن در این کالای بسیار استراتژیک که از دید خودشون با یک خیال خام ما رو به زانو در بیارن، خوشبختانه ما هیچ کارخانه داروسازی نخواهیم داشت که امسال که هیچ، حداقل تا نیمه اول سال آینده یک روز تولیدش انشالله وقفه نخواهد داشت. داروهای مورد نیاز بیمارانمون خوشبختانه در سطح کشور فراهمه و ما ذخیره کافی دارو و تجهیزات پزشکی داریم و از این بابت اون قولی که من روزهای اول به مردم شریف دادم که نخواهیم گذاشت با لطف خدا و همت عزیزان چیزی به نام کمبود دارو مردم ما را اذیت کنه، اون قول رو الحمدلله اجرایی کردیم و الان هیچ نگرانی برای هیچ کدام از داروهای اساسی در هیچ نقطه‌ای از کشور نداریم. خیلی متشکرم.